چربی سوزی بابا بسیار مبحث خیلی داغیه که خیلی برام تو اینستاگرام فرستادن. نمونهش اینو ببینین. تا 6 دقیقه کمتر زیاد بزن هر روز حداقل. کردم دراماتیکش کردم. Nothing. موزیک مات. اول ویدیو عکس یه دکتری پروفسوری گذاشتم به نام هیوبرمن نوشته. اما اندرو هیوبرمن یکی از پروفسورای که لابراتوار داره و خیلی تحقیقات خوبی انجام میده. من خیلی دوستش دارم و فنش هستم. خیلی اطلاعاتش دقیقه و علمی صحبت میکنه. اما متاسفانه سوء استفاده از عکس ایشون کردن. کسایی که ایشونو میشناسه میدونن حرفاش معتبر، اما این ویدیو کاملا چرت و پرت بود. یعنی عکس یه آدم معتبر نشون داده و یه خزعبلاتی بار کرده. حالا چرا چرت و پرته؟ اصلا دوشابه سرد یا حوضچاه سرد کمک به چربی سوزی میکنه؟ آره میکنه، اما الان براتون توضیحاتشو میگم. از همین دکتر هیوبرمن، اما خودش نه، یه محقق دیگه ماده تحقیق کرده، یه خانمی به نام سوزانا سوبرگ. خیلی هم خانم جذابیه. یه محققی تو این زمینه خیلی فعالیت میکنه. طبق آخرین تحقیقاتش هم در مورد سلولهای چربی سفید و بیج و قهوه‌ای هستش که دکتر هیوبرمن تو یکی از پادکستاش به این تحقیق این خانم اشاره کرده و میگه که یعنی نتیجه خیلی راحت بگم، خودم سختش میکنم. این تحقیقات نشون داده که در مرز سرما قرار گرفتن به ویژه حوضچه‌های آب سرد میتونه سلول‌های چربی سفید که بخشی از سلول‌های بدن ما هستن و از نظر متابولیکی خیلی کم فعال هستن چون حالت ذخیره انرژی رو دارن، تبدیل کنه به سلول‌های بژ. میتونه حتی پا فراتر بذاره، اون سلول‌های چربی سفید رو میتونه تبدیل کنه به سلول‌های چربی قهوه‌ای. دلیل قهوه‌ای بودنشون هم اینه که توشون میتوکندری وجود داره و میدونی که وجود میتوکندری میتونه باعث سوزوندن چربی‌ها بشه، مثلا چربی سفید، و این در کل داشتن چربی‌های بژ یا قهوه‌ای بیشتر میتونه باعث افزایش متابولیسم پایه یک فرد بشه. چرا که چربی‌های بژ و قهوه‌ای از نظر متابولیکی فعال‌تر هستن و اثر ترموژنیکی بیشتری دارن و کلا این چربی‌ها مسئول گرمازایی توی بدن هستن. وقتی دمای بدن خیلی افت می‌کنه، چربی‌های قهوه‌ای به کار می‌افتن و باعث میشن که بدن خودش رو گرم کنه تا از بین نریم، و این گرم کردن انرژی میخواد و سوزوندن انرژی باعث اون گرم کردن میشه. البته اینو بگم که تمام این اتفاقها زمانی میفته که تو کالری منفی باشین، یعنی اون چربی سوزیه که الان خیلی ما دنبالش هستیم فقط و فقط توی زمانی اتفاق میفته تو کالری منفی باشه. پس شما اول از همه یه کالری منفی ایجاد کنید، یا با غذا کم خوردن، کالری کمتر مصرف کردن، یا با ورزش کردن. این کار یعنی افزایش متابولیسم پایه میتونه کمک کنه که اون کالری منفی رو راحت تر ایجاد کنید. تصور کنید شما نشستین هیچ کار خاصی نکنید، یعنی همون روال عادیتون رو داشته باشین، اما بدنتون بیشتر کالری بسوزونه. خب این ایدئاله برای ماست. یکی که کمتر کالری میسوزونه بدنش با هیچ کاری نکردن سخت‌تر میتونه وزن کم کنه تا کسی که بدنش بیشتر کالری میسوزونه. حالا این میتونه از ژنتیک باشه یا با یک سری فعالیت ها که یکیش میتونه این در معرض حوضچه‌های آب سرد قرار گرفتن به مدت حالا 3-4 دقیقه. طبق تحقیقات رو میخوام دکتر تو هفته حداقل 11 دقیقه بوده، حداقل ترشولدش بوده اگه اشتباه نکنم، آره، که میتونون متابولیسم پایتون رو یه ذره ببره بالا که اون کالری بیشتر منفی ایجاد بکنید. و از طرف دیگه وقتی بدن سرد میشه دقت کنید میلرزیم، لرزش میگیریم، اون لرزشه باعث میشه یه مولکولی از عضلات خارج بشه به نام ساکینیت، که این ساکینیت میتونه اون کلید یا جرق خوردن تولید انرژی گرمایی توسط چربی های قهوه‌ای باشه. ترموجنیس رو میخواستم فارسی کنم، اینجوری میکنم، خیلی مناسبه که دکتر اندرو هم همینو اشاره کرد. اما متاسفانه این ویدیویی که داره دست به دست میشه اومده تا
توهم زد و یارو رومونم چه فازی بوده اومده از خودش در مورد چربی سوزی بیشتر از ورزش و کاردیو و اصلا یه افسانه بر خودش گفته که 100% اون ویدیو غلطه. اینکه چقدر متابولیسم میره بالا، اینکه چقدر در معرض حوضچه‌های آب سرد قرار بگیریم و خیلی پارامترهای دیگه، هیچ کسی در موردش صحبت نکرده. اگه شما مثلا حوضچه آب سرد بگیرین هفته 10 دقیقه 11 دقیقه 20 دقیقه 100 برابر کالری میتونین بسوزونین، 10 برابر فلان میتونین، هیچ وقت هیچ مقاله‌ای نیومده اینجوری. ما توی تحقیقات دیدن که بله اثرات مثبت داره توی افزایش میتوکندری‌ها، توی ریکاوری ها، از طرف دیگه تاثیرات منفی هم داره که من توی ویدیو 329 وقتی در مورد دوش آب سرد بعد تمرین ویدیو تهیه کردم اونجا کامل توضیح دادم در مورد اثرات ریکاوری، تاثیرات مثبت و منفی روی بدن، در مورد عضله سازی اشاره هم به چربی سوزی کردم خیلی کم و خیلی فواید دیگه حوضچه آب سرد و حتی ضررش که بعد این ویدیو من پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینین، چرا که اون مطلب رو دوباره توی این ویدیو نمیچکونم، نمیگنجونم. سابسکرایب کنید، لایک کنید. اما بازم تکرار میکنم که این عکس یه پروفسور معتبر رو گذاشتن روی همچین چرت و پرتایی و نشر دادن خیلی کار احمقانه ای، بی‌تربیتی اون کارو میکنه، نکنید. نکته دوم اینکه چربی سوزی بیشتر ورزش و هر چیز دیگه میکنم 100% غلطه. فواید داره اما همه اینا زمانی هست که کالری منفی ایجاد بکنیم و این میتونه وقتی که شما توی پروسه چربی سوزی هستیم و دسترسی به حوضچه‌های آب سرد مداوم دارین، یعنی میتونین هفته ای استفاده بکنین، میتونه بهتون کمک بکنه هم به دلیل افزایش متابولیسمتون هم به اون دلایلی که تو ویدیو 329 که قرار بعد این ویدیو خودتون دارین ببینین، تای ویدیو هم میذارم ببینین، عرض کردم میتونه کمکتون بکنه تو راهتون. پس لطفاً تو اینستاگرام اینقدر اینو نفرست نظرم بخواین، چون واقعاً اذیت میشه یه آدم معتبر بیان ازش اینجوری سوء استفاده بکنه. خیلی مبحث داغی هم هست، نمیدونم چرا خیلی کوله. مثلا الان من آب یخ گرفتم، من الان خیلی خفنم، من خیلی فیتنس فریکم، مثلا اون داستان اون چیزاست. یه زمان خیلی مود بود، هنوزم هستش، کسی که میخوام وزن کم کنم با هودی تو تردمیل مثل سگ عرق میکنن و اینجور چیزا، مثلا خیلی فاز خوبی میده بهشون، سو کول یو آر. الان هم کسی که الان رو ترند شده کسی که حوصله سرد میگیرن، ما خیلی خفنیم و خیلی موفقیم، پول داریم، ما حوصله سرد میگیریم که بتونیم فوکوس بینیم. چرت نکن. این ویدیویی که رو تصویر گذاشتم همون ویدیو هست، بریم ببینیمش.